من این خانوم صرفاً کاری علکی که سرمایه گذار پیدا نمیشه. جریان چی؟ من به شما صد بار گفتم به من زنگ نزنید. چرا شاکی میشه خانوم مازیار؟ شما نشانه لباسونو بفرستید من میام. اگر بفهمم که ذره ای کوچکترین ذره اخلال و کارشکنی در کار کارگاه من بکنید کله جفتتون رو میشکنم. ما هم میریم یه با دایی شرخی بزنیم. دایی دلش گرفته. ما به خاطر شک درستی که ما مجاله کرده اینجا به دنبال یه سرنخ باشیم. سرنخ میون ارتباط بابا با نگار مازیار. جا داره هدف این جلسه رو بهتون یادآور بشم. انتخابات مجلس در پیش رو. میزبان عزیز و ویژه امشب من خوش آمدید. ما مجاله راست میگفت شلوار با مسعود دوتا شده. حالا من برای راه انداختن این کارگاه کاری نبوده که نکرد. من دوست بدون به تا احمقم. این سه تا کله پوکر بیجا ببودن تا سر صاحب بگم چی کار کنی؟ میگن یه شرکتی به نام مارمال همه واحدهای مسکونی رو خریده و میخواد بکوبه. حالا من جواب مریمو چی بدم؟ سهم اون آبجی خدا بیامرز رو که بالا کشیدی در واقع سهم منم هست. اگه این کارگار دست جوونا نسپاری من نمیذارم راه بیفته. فعلا منتظر باش شاید نصف کباب افتتاحیه رو بدم بهش. مسعود در باز کن. درست برو دیگه. من چی کار کنم خانوم؟ کوچه‌شون انقدر چاله چوله داره انگار بمب و موشک خورده. میگم حالا حتما باید بریم کارگاه کوچیکو افتتاح کنیم. تو این شهرهای کوچیک همینم براشون یه دنیاست. با تو هم مهندس. میگم 4 تا حرکت اینطوری تو شهر بزنیم اسمت کل شهر رو پر میکنه. ببخش خانوم مزیر اینجا چی نوشتی؟ الو ایوهاد. الو ایلالحال درست گفتم دیگه؟ با من تکرار کن. الو الو ایو ایو حال 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 پشت سرم تکرار الو ایلالحال درست گفتم دیگه خانم مازیار؟ معنیش چی میشه؟ به هر ترتیب. خانم مازیار میگم به هر ترتیب. نه دیگه اون وقت میشی مثل همون دوستمون که به موزه لوور میگه لوور. نه دیگه خانم مازیار دارید اشتباه میکنید. به عقیده بنده این دوست عزیزمون اشتباه کرد. بعد از همون اول میگفت موزه هنرهای صنایع دستی، نه اینکه بگه موزه لوور. خب بکیری سختی گفتنش دیگه خانم مازیار. خب اگر یه وقت یک سوال سخت از شما بپرسن چه جوابی میخوای بدی؟ بله؟ چه جوابی؟ خانم مازیار یه جوری دست به سرش میکنم و دعت میرم از زیر جواب دادن. کافیه 4 تا کلمه یه قلمبه سلمبه مثل همانا. همانا در واقع. در واقع. در مجموع. در مجموع. معذالک. از اینا یاد بگیری بذاری سر جملت همون جوری که خودت میگی. هی ری همانا فهمیدم خانم فهمیدم. چرا؟ که نگردن دنبال مدرکت بفهمن مثل مهندسی خودت به درد لای جرز دیوار میخوا. ببین خانم مازیار به نظر من آدم وقتی داره حرف میزنه جدی باید زر بزنه. بفرمایین. من جدی زر زدم عصبت گرفت فکت رگ به رگ شد. ببینی چه تأثیری داره. همه تون پیاده میشید بدون حرف در ماشین رو باز میکنید میرید توی کوچه پلاک 18 منزل آقای کیانی. خب وایستا بینم این چطوره؟ این خوبه؟ نه آقا یکی رو میخوام بیچاره تر باشه. بدبخت شو؟ بدبخت سر؟ زلیل تر؟ این خرس کیه بابا؟ یکی میخوام لاغر باشه. این خیلی چاقه. خب برید پایین همتون پیاده شین. پیاده شین برید توی کوچه پلاک 18 منزل آقای کیانی. پدر جان شما وایسا بفهمو پایین. برید پایین پلاک 18. خب این چطوره؟ این خوبه؟ بیچاره نه ولی خب کم چاره که هست. یه کم چاره اشکال نداره. خب توجیهش کن.
ببینم جون، تو مراسم هر وقت بهت اشاره کردم دستتو میاری بالا و میگی شما هم مثل نیکنام 3 سال میکنم خرج زن و بچه ما دارم به زور قرض میکنم تا شما رو الکی یکم عمل کنی. خودت باش. بعدش چی میشه؟ ببخشید بعدش اون آقایی که داره سخنرانی میکنه اسمش کاظمیه، بهتون قول یه نیسان آبی رو میده. نه بابا جان بابا برای علکی جوگیر نشو بابا، علکی جوگیر نشو، اینجوری خودم میرفتم میگرفتم حس نگیر. البته شما حس تو چی بگی، ولی به خاطر این متوجه میشی چی میگم که حس بگی. بگو حالا یه بار تمرین کن بابا. 3 سال بیکارم، خرج زن و بچه‌مو با بدبختی جور میکنم، به جای این همه شعار دادن یه ذره عمل کنی. بارک الله، فقط شما مثل نیکنو بذار اولش، برو قربونت بشم، برو ماشاءالله. خب بچه رو شما ها نمیری. خب خودت گفتی در رو باز کنید برید بدون حرف. در رو باز بود نمیشد و خب اون در رو ببند برو دیگه. بری ببینم در رو ببند، برو بینم اون در رو ببند، برو بینم توی کوچه پلاک 18 منزل آقای کیانی. سلام بفرمایید. سلام. به جای این همه شعارهای علکی مثل نیکنام نباش. نیسان رو منو بده بدم. با 50,000 تومان پول مشکل من حل نمیشه. آقا نیکنام، نیکنام که نماینده شهر عزیز من. تو با کی؟ با نیکنام کار داری؟ با من کار داری؟ با کی کار داری؟ مگه اینجا پلاک 18 خونه آقای کیانی نیست؟ نه عزیز من، شما اشتباه اومدی، شما باید بری خونه آقای فوزیوند. اصلا معلوم نیست با کی کار داره. آقا جان اصلا قصه نخور بابا. ببخش اصلا قصه نخور. بیا تدیگ من اشتباه تدیگ بخور. اصلا قصه من خودم میبرم اونجا، نگران نباش. فقط این جریان این شعارهای علکی و نمیدونم نیکنام و نیسان چی شد؟ برو سر کوچه یه پسره هست بهت میگه چی بگی، بهت یه نیسان بدن. شخصی بلند نمیدن؟ من شاسی بالا برنده شدم، اومدن ازم مصاحبه گرفتن، عکس گرفتن، فیلم گرفتن، ولی رفتن گرفتن. بفرمایید. آقا اگه میشه بیا ببرین رو بارو شروع کنی بشالله. باشه شروع کنیم، فقط بعد واسی مهمونا برس. به افتخار آقای کیانی. بابا بابا ماشاءالله. ماشاءالله. امام رسول جان. سلامت باشی. مشتی گاو انداز دیگه این کارگاه رو بدنم چرخ شد. ببین دیر به جنبی هیکلم میفته ها. وقت خودت با سیگار رو جا به جا کنی. خیلی خوب. حالا هیکلت نگردار، اینم نگردار. باید اول سرمایه گذارامون برسم. گفته باشم حالا خود دار. سلام آقای قوزیان. این بنده خدا اشتباهی اومده سمت ما. ما که پیرمرد سفارش ندادیم. ما پیتزا سفارش داده بودیم ولی ایشونو برامون فرستادن. چی میگی شما؟ نیسان رو منو بدیم بدم، خوشم آبی باشه. نیسان چیه؟ باز کار محسن. شما یک کاری کن، اینجا مراسم که تموم شده بود واسا نیسان تو از محسن که اومد بگیر، خوبه؟ به سلامتی خبریه جانم آقای بوزی بند. آقا جان شما نمیخواد، اما کیانی منو صدا کن، نمیخواد با پسوند فامیل ما انقدر ور بری. انشالله قرار کارگاه را بیفته. ببخشید من عکاس و فیلم بردار مجلس هستم، از کجا باید وارد شم؟ ببرمید از همینجا برید. بفرمید. عزیز رو، عزیز رو نخوری بهش. بفهم. باز کنید، وسط باز کنید. شما هم بفهم عزیز. میخوام عکس بگیرم. بیاید کنار من، رو با من بشه. بیاید کنار، بیاید کنار. ببخشید. من کمرم پلاتین داره، نمیتونم میتونم از روش بپرم؟ چجوری میخوای بپری؟ من میتونم. وسط باز کن. خیلی خوبه که مواظب کمرت بیو. برو که نشدی. ایوا چی شده اکبر آقا؟ سکته کرده. آخه جوون مردو هرس خورده حتما. کارگاهی کار میکرد، اونجا هم که تعطیل شد. از قصه قلبش گرفت. خدا شفا بده. قیچی رو بدید بهشون لطفاً. بفرم. من هر وقت گفتم شما روبانو میبارید. بله. 3 2 1 اکبر آقا چی شده؟ چی شده؟
اینو بگیر سکته کرده این که جوونه بیارش من برم یه ماشین باشه برو بیارش نمه بیار چی شده اینو تو یه جایی ببر حالش بعد سکته کرده آبا شما برید به مهمون ها برید من اینجا از خود آقا نیفتی دیگه مواظب باشید نمیفهمم ما که تکلیفمون معلومه واسه چی اینجاییم تو واسه چی به اینو گفتی دوست ما که گیر میفتی ها خوشت اومده از ما حال کردی بابا نه جریان اخاصیه میخواد خودشو بچسبونه به ما از کنار ما به اینجایی برسه من نه تنها با شما دوتا احمق حال نمیکنم حالم هم از جفتتون به هم میخوره باشی خودتون رو نجات بدیم داریم غرق میشیم گرفتن الکی کالاری دست از اون حیف بابا این آب درمانی تا مراجعه دیگه بکن ببین اینا کولکی هن عشق پول هن. من بهت قول میدم اینا چند ساعت دیگه میان سراغ ما دست و باله اونو باز میکنم ما میریم خونم رو میگیری چی میگم الان یارو میاد میگه از استخر ما استفاده گری پول استخر هم تازه باید بدی دایی من برم قسمت عمیق بخوابم اینجا یه خورده بدخواب شدم دایی باشه درو خدا خودم میدونم دایی بگیر بخواب آروم باش دایی من زن میخوام بچه میخوام من اون جوونم هزار تا آرزو دارم زوده برای رفتن دایی ما تالا هر کاری کردیم اشتباه بوده تنها راه اشتباه نکردن اینه که کاری نکنیم کاری نکنیم میمیریم بمیریم بهتر از اینه که کاری بکنیم اگه میخوای دیرتر بمیریم آب استخر رو کم کن دایی پیاله ندارم دهنت جمع کن بریز بیرون فکر خوبیه فکر خوبیه دایی تو هم باشه تلاشی بکن هر وقت تلاش اون نتیجه دار منو صدا کن تا تلاش خدا رو بکنم آخه چی تو اون کلتونه مگه صندلی فلزی بیش کرده من نمیدونم باش از تو کردی مارو صندلی فلزی کرده فلزی مای صندلی چی نداری حالا اون بعد خواب میکنم این چوبیه چوبیه میشه ازش خواب نسید نمیشه ده بایی دل بده نون نخور یه زن زور بزن بس میگه دیگه نارده می جامعه رو عوض کنیم چون من بودم شما نبا کنیم یا همه میدونیم یا من هم نمیدونم آیسا بایش بیدیم به دیگه برای دیگه باشو برسه یک دو سه چی شد؟ چه کست؟ سرگلی نمیدونم من یه چه شکست
رنگ روز باز شد و همچین سیپید میپید شده. چند وقت بود همون نرفته بودم. عجب سخت نمیدا. آره خیلی خوبی. خودم خیلی بار کردم. همه ایشون نفهم دایی. ما این همه هیزامو داریم واسه کی جمع میکنیم واسه این یارو. ما که لوازمو خوش شده بنده بره دیگه. ننداز اینجا ننداز دایی اینجا ننداز. بریم تو را بنداز دایی. گرم اسد خان گرم با این مامان زدیده آخر امید و لاکچری زندگی میکنیم دایی جون. اما چی میگی دایی؟ مامان جاله بفهمه این دختر میخواد کارگار را بندازه جنگ جهانی را بندازه قرار را بیفته جایی با این مدرک جرمی که دست ماست کار آقا ساخته مدیر کارگاه خواهی تیم امارکت باشه در این جور اما بابا گاز بده دودت رو ببینیم بابا شل کن باره دیگه خوشو چسبونده بابا اکرام خوش شما دست منو همه اینجوری هن هر کی منو میبینه آشیفتن میشه اصلا نمیدونم چی تو وجودم هست خدا یه شکره نخم کتی بگم دردتونه میله رو گرم کردم دستونو بگیرم بهش گرمه دستونو سرده که اینجا سرده خیلی سرده پنگ نشیدم سرده که نه اینجوری گرم نمیشه دستندای حرارتی رو باید بزنی شوفاش شوشن گرمی ببینین الان مسخون به اون برای تو خونه رو چک کنی باشه چک کردی دایی نه الان گرم میشه از چی گرم میشی اصلا نه آرام باش آرامم چه ببن گرم چی ببن دایی داری میکنی دایی چی اون دستا میزنه آدم نیستی اصلا نه نکنه آن چه شاکی میکردی شما تو این ویلا چی کار میکردی؟ خب با نام یاد خدا و با رخصت از دایی بزرگم ایرج خان با کدوم روی ما صحبت کنم؟ مسخره بازیتون گرفت آره مسخره بازی چیه داداش؟ یه رزومه از خود بده ببینیم چند چندی من دست من بزنم اینجا من سوال میکنم تو اون ویلا چی کار میکردین؟ اصلا به چه قصد و نیت رفتین؟ خب رابطه تو ما این شلوار چیه؟ الان بهتون میگم بگو با اون دوربین باید صحبت کنم با کدوم دوربین باید صحبت کنم؟ با اون قضیه امر خیره برای تحقیق اومده بودی دایی تابلوه پلیس مخفی لو نده خودتو جانو من پلیسی تو رو خدا جواب منو بدین مسعود خان زیر سرش بلند شده اومده ببینیم واقعا بلند شده یا نه رابطه تون با نگار مازیار یک رابطه کاملا احساسی مادر فرزندی مرگ درست شما بدین خب وقتی اسمشو میدونیم میشناسیش تابلو پلیس مخفی دیگه احتمالا به زودی مادر موسه البته شما جای لو ندی ها خوبیت نداره یه وقت نمیشه میگن از ایراد از بابای محسن بوده بچهش نمیشده خیلی زایه سیز خوبی نداره آره قبول نیست این به دوربین نزدیکتره یه دوربین اونو بگیره یه دوربین منو بگیره شما دوتا چرا انقدر دریوری میگین؟ مواد زدین؟ نه تو ترکی پس میزدین؟ دایی ما قبلا مواد میزدیم یه حرفی میزنیم چرا سوبه سابقه واسمون درست میکنیم؟ مواد نمیزدیم ترکی میتونیم بکنیم شما دوتا از دیشب منو دیوونه کردیم دوتا سال ساده ازتون کردم آقا رابطتون با نگار مازیار چیه؟ وگر اون شلوار بابای شماست تو اون ویلا چی کار میکرده همین؟ مثل انسان نمیتونید به من جواب بدید دستا رو باز کن بهت بگی باز کنم میگی؟ بله حتما قول قول اوش دایی سرت بدجوری خود من سرتو ببالم ایچی نشو ایچی نشو خیلی بد خود سر من درد گرفت سر منو ببال وای 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 خیلی درد گرفت آخ چی شده؟ خیلی ده دستفنده نیست ما از این ور اومدیم آره؟ بله من اگه بدون کلید برگردم بدبخت میشم همشم دست شماست بدبخت نگو بار منفی داره بگو کمبخت تو دوچار کمبختی شده ای مثل ما که دوچار کمچاره ای شده ای با اون کلیدی که تو گم کرده ای به بیچارگی مطلق رسیده ساکت انقدر اینجا میمونیم تا کلید دستم پیدا بشه من که میدونم یا دست تو یا دست تو خب شاید تو سخت جا گذاشتیش بذار دایی رجه من بره دنبالش من برای زمانت اینجا میمونم دایی بلنشو برو بوده بوده باری کرده من پام درد میکنم راست میگه دایی من سیاتیک داره اگه میشه من برم دایی برای زمانت بمونه باشه نادان
میگم کلید دستبند رو گم کردم، میفهمی؟ گلدون، گلدون گشتی؟ نه، کدوم گلدون؟ اطلسی. شاید پشت در جو گذاشتی، از خونه اومدی بیرون کلید رو در بود یا برداشتی؟ کلید جیبم بود. کلید دستبند، کلید دستبند، اینو ندارم. چقدر داغ شد؟ آره خیلی. آره موتور خونه رو شن کرد. باشگاره رو آوردم فکر کنم. دمشون گرم. کار نمیکنه. خوش کنین، من میرم کلید بیارم، فهمیدین؟ از جاتون تکون نمیخورین. اگه سوزن بشین برین انبارکا، میدونین که میتونم پیدا تو کنم. باش همینجا بمونین. باش مشی هستی، مأمور مخفی هستی. دایی دایی شونه ای چون محکمتر نبسته ای یه سفتش کنیم. نه نه دایی ببین، هیچ چیزی تو این دنیا اتفاقی نیست، این تقدیره، تقدیر داره راه بابا نشون میده، باید بکنیم از اینجا بریم. دایی بکنیم، آبا شوفاش میزنه بالا. نگران نباش دایی گلم، وسط راه موتور خونه رو خاموش کنیم. بلند شو خواهد باشه، پیش به سوی حقیقت، پیش. کجا؟ تو تو؟ من داخل. بابای زدنی هم بایی همون پچکا باباید مملوی از من. اسم چیه؟ محسن جعفری. بهت نمیخونه، برو داخل. بیا بینم. کجا؟ کجا؟ بایی سبینم بابای بابای زدنی هم شام هم بینم. اسم چیه؟ این همه جنون این ساعت روز چرا باید اینجا باشن؟ از بیکاری عزیزم، مگه شهر نماینده نداره؟ مسئول نداره؟ بیکاری تا کی؟ سایه بیکاری روی این شهر میبینم، باید نوری تابیده بشه، یا نوری خواهیم تابوند یا چون کوری خواهیم خوابید. من با همین چشمای نافذ خودم دیدم که عده‌ای برای حمایت تولید ملی وام‌های خاص گرفتن و توپ گلف وارد کردند. توپ گلف، نه این تو پلاستیکی هایی که بچه های ما بازی میکنن ها، نه اون وقت امثال این مرد، این مرد زحمت کش، این کارآفرین نمونه باید به نون شبش محتاج باشه. از سیبم نمیتونه حاله، از نو از سیبم نمیتونه بگذره. ما دیدیم و حرف نزدیم، دهان بستیم، چون دوستان عزیز به حرف نیست به عمل. ما میتونستیم از خیلی های دیگه بیاییم الکی مثلا بگیم داریم حمایت میکنیم از تولید ملی، ولی به حرف نیست عزیزان من. حالا ببخشید دیگه، من نمیخوام اسم ببرم. منظورت آقا این اشتباهه. اسم نبر عزیز من، به والله خوبیت نداره، معصیت داره. آقا ما نیومدیم اینجا که آبروی کسی رو ببریم. دوستان عزیزان، من بچه کف بازارم، بچه کف صحنه‌ام. بعد از خوندن پیامک های شما و اطلاعاتی که به من دادید، بنده با نشست و برخاستی که با خودم کردم و اجماعی که کردم با خودم گفتم محسن، با خودم گفتم محسن جانم، گفتید با خودم گفتم محسن. بله بله، با خودم گفتم محسن باید چراغ کارگاه روشن بشه. بری دو برخط کشی. چی میکنی عمو؟ عمو بابا اینجا دنگ منه، سرکت رو جمع کنید برید. برید ببینم اون خط سبز رو ببینید، برو اون بر. آره بابا دانگم دانگم. کجا سب کن ببینم، سب منه بده. یا دیگه هم نرسی یا ببین این خط سبز رو ببینید، تا اونجا دنگ منه. پتونه بذارید این ور، این دفعه آب داغ بریزن رو سره. من نمیفهمم، یه سرمایه گذاری رو کارگاه مربا، این همه سخنرانی و تشکیلات داره.
داره مادر داره. شماها خوب هیچ وقت باباتون جدی نگرفتید. از وقتی مربا خونه تعطیل شد عین خیالتونه. حالا میفهمم مسعود راست میگه مربای غیرت واسه مردم خیلی مهمه. این چرا رنگ نداره؟ خب اون یکی دمه. خب بگو دیگه. این دونه دونه بین جمعیت پخش کن، این آدم رفتار کن. دوست ندارم مراسم به هم بریزه. چشم هی تو چای تازه دم باشه، کم و کسری دوست ندارم. خب اگه من آدم بزن اینجوری حرف میزنی میشی سر سب بذار پام برسه تو این خونه. شو بس که نمیفهمی با کی طرفی ها. خب بگو کی هستی؟ نگار مازیار هستم، مالک و سهامدار 60% کارگاه و این خونه. مازیار که مرد بود. سنتون رفته بالا، گوشتونم سنگین شده. همین چند ثانیه پیش گفتم نگار مازیار، فامیلم مازیاره. تو که جوونی چرا با کفش اومدی تو؟ پولش رو میدم بشورن. پولتو غلاف کن. دلش که مامان جان، ای خانم نگار مازیار خیلی خوشبختم. بنده مریم امیر هستم. اوش! این وحشی بازی ها چیه؟ وحشی بازی چیه؟ برق دارم خب. شما که برق داری بی خود میکنی با بقیه دست میدی. خیلی دلت هم بخواد من به دست بدم آمه با هر کسی دست نمیدم. بگو ببینم با شوهر من کجا قرار میذاشتی؟ تو این کافی شاپ مافی شاپ ها؟ بر فرض که کافی شاپ هم رفته باشیم که چی؟ واقعا کافی شاپ رفتی؟ میلکشک خوردی؟ میلکشک دوست داری؟ برای خیلی میخرم برات. خدایی بخری ها؟ مریم خانوم، رابطه من با همسر شما صرفاً کاریه. ببینم او این رابطه کاری رو تا کجا رسوندی؟ تا همینجا. اگه تا همینجاست مورد علاقه مسعود چیه؟ مربا. از کجا فهمیدی؟ به خاطر اینکه باش قرارداد بستم. ماما جان معلوم خب میفهمه، همه میدونن. بذار سوالی کنم مازی بعید، بابای من چقدر زیاد دوست داره؟ خب معلومه قرمه سبزی دیگه. ماما چه تقلبی رسونی؟ باید سوالای سخت پرسی تا عمق فاجعه رو بفهمی. بیا ببینم مقاومت نکن. اینجا ببینم خانم مارزیار، یه سوال کلیدی. مرد من شیفید باقالی رو با ماست میخوره یا ترشی هفته بیجار؟ ماما جان شوید درسته شبته. شبت؟ حالا هرچی، مهم اینه که بلدی چطوری درست کنی بذاری جلوی شوهر. داداش چیکار میکنی دو ساعت تو آینه؟ خوشگلی بابا، بیا داریم صحبت میکنیم. شما باید جواب این خانومو بدی تا امروز از این حقیقت پرده برداری بشه. سری نفهم بفهم، رابطه من با پدر تو کاریه. فکرش کنار. دوما رو باید ببرم. این روی یار جمع کن ببر. خانم نگار مازیار، بنده به عنوان مهمترین عضو این خانواده میخوام که اتفاقات اخیر رو به فال نیک بگیرم و بازگشایی دوباره کارگاه رو به شما عزیز تبریک بگم. رفیق باشیم. میمردی اینا رو زودتر بگی؟ آره. خوش آمد از این صداقتت. ببینم موفق باشیم. خانم نایمده میخواد بانوی اول این امارت هم بشه. بذار اقلا دو تا شکم بذاری بعد. مریم بابا سر جمعونی بر محبوب. حالا بابا میاد بچه دارم میشه، بچه رو میریزه سر ما، بعد میرن ما هستم. حتما این اتاق بزرگه، این اتاق بزرگه رو از ما میگیره. آره دیگه، ما هم میندازه تو مطبخ طبیعتا. بدبخشون. اگر این دوست عزیزی که نمیخوام اسمشو بیارم
مانع تولید نمیشد و قلهای واقعی نمیداد، این کارگاه تعطیل نمیشد. منظور آقای نیشابه؟ عزیز من اسم نبر، به والله خوبیت نداره بابا، معصیت داره. خیلی بیچاره این هستی، رفیقت نیکرام و فروختی توف اینی رفا. آب تاون سران توف میکنی؟ که توف؟ توی که چکا میکنی؟ برو با ببینم، برو ببینم، برو ببینم، برو ببینم. البته به نظر من آشیه اگه شما هستید از اصلم مهمترید، پس حاضرم از وقتم بگذرم، از تحصیلم حتی از نورش دارم بگذرم برای شما. سرخیزان ارجمند درود بر شما. چرا الان ما برای ترتیل نشسته باشیم روی گربه فتبال بشینیم؟ و هیا عزیزم صدا چیه؟ ها؟ برو برو. اون گوشی چیه؟ اون گوشی دستت چیکار میکنه؟ نه فیلمه چی میگیری؟ نه گوشی بده نه سر نزد. کار شما؟ خاموش کنی کوفتی رو. دارم ورزش میکنم، سنگ کلی هم دفشه. برمان جان نعمت، این زبط رو کم کن، مهمون رفتن بد دفت. نمیشه، تازه راه افتاده، حالا حالا هم کار داره. یعنی الان که کارگارو دارن را میندازن این سنگم را افتاد؟ آره دیگه، تقدیره، دست خدا آدم که نیست. نیست؟ حالا من میگم تقدیر یعنی چی. بله باشه اینا تمرکز ما روی را اندازی همین کارگاه قشر ضعیف جناب آقای قوزی‌بنده که از فرط که از فرط گرفتاری به خانه نشینی افتاده است. آقایان، مسئله اقتصاد مسئله مهمی است که اگر توجه نشود بیز اضمهلال فرهنگی میرسیم. خودتون رو تشکر بفرمایین. یادت نره چی بگیم؟ نکرد حفظ حفظم، سه سال بیکارم، قرض زن بچم رو با قرض قله جوری میکنم. به جای این همه شعار یه ذره عمل کنید. باریکلا باریکلا حافظه باریکلا. الا ایها الحال. آقا میکروفون قطع شده. بله الا الا آقا سخته گفتنش. الا ایلو چیه؟ نمیشه شما میفرمایم که یه منظور منده ای سال مجبور پسر شک کن ببین قطعی این سیم از کجاست. این سیم رو میکشم زیر پای هر کی باشه اون مقصره، اخلالگره، یعنی اونه که صدا رو قطع کرده. وای به حال کسی که سیم زیر پاش باشه. برا مهندس، سه سال بیکارم، قرض زن و بچه همو با قرض و قوله جور میکنم. جای اینقدر حرف زدن لااقل یه ذره عمل کن جونم. بابا جمع کنید بساتو مسخره بازیاتونو. صبر کن آقا، صبر کن، گوش کن چی بهت دارم میگم. اتفاقا من اصلا اهل حرف نیستم، من عملیم، از اون عملیای تیرم هستم، برخلاف این کسی هستم که از این حرفو میزنم. آنو بزنی جام. ای بابا آقا چند بار بگم اسمشان نبر آقا. بابا هی میگه نیکنام نیکنام، مشتبه رفیق منه، هی نگو میگه بار آخرت باشه. ببین آقا گوش بکن چی بهت میگم، برای اینکه شما هم راضی باشی و خوشنود، یه دونه نیسان آبی تقدیمتون میکنم که بندازید توی کار و ارتزاق. بس سلام. این پیرمرده داره فیلم میگیره. هی شک سلام علی نشون نده دنبال من بیا. چشم تصویرم رو بکن برم. خب شما چی داشتی؟ سه تا نیکنام رو بردم وسط، هر دونش میشه 100 تومن، رو هم میشه 300 تومن. باشه باشه برو برد کارت به کارت میکنم. برد کارت به کارت. ببین کارت به کارت اگه نکنی بعد میشه. آقا تازه هم دیگه رو پیدا کردیم، نگران نباش. برد کارت به کارت. اصلا من همینه. چرا
کنم. نه 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 من دست نمیدم. دورو بینو بده خانم. دورو کدوم دوری؟ دورو ندارم. خالیش کن. چی خالی کن؟ بگرم بگرم. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. میدم. باشه تسلیم. گردن کلم بازی در میاری؟ فکر کردی من مسعود هم که باید بازک نزک و عطر و اتخلون پول شما رو بخورم و یابو ورم داره نمیدم. خفش کنم خانو عطرم خوشبوه نه؟ نه خواهی دیری زرونه هست که عطر خوشبوه پس نکش باکش کن زود بیا بیرون بالاخره کار خودتو کردی نامهربان ای ناداماد ای ناجوان مرد ناکش دیگیر چه خوابیدی ناناز؟ در رو چجوری باز کردی؟ مثلا خوابی الان ها؟ بیدار نمیشی؟ الان نشون پاچو خوابی آره؟ الان باید میگم خوابیدی؟ آچه بوی خوابی تو اینجا چیکار میکنه؟ تو اینجا چیکار میکنه؟ این کارا چیه؟ خانم کو، کچله، کچله خانومه چیه؟ جاسوس میبرسه سراغ من؟ تو روانی، تو دیوانه ای، تو دو قطبی هستی تو چند قطبی؟ دوربینم کو دوربینه تو میخوایی چیکار؟ بیا، بیا این دوربینه من تو باشی منو زنداره نکنی خب دلت خنک شد که همه اینا رو بیرون کردی، بدبخت و بیچارم کردی برو بیرون از اتاقه حسابتو میرسم آقای مانده آرگان رو چرت خراب میکنه ببخشی این مربای چیه؟ با میرم یه چی بگو دیگه این خونه و مربا خونه رو به اسم من یعنی چی؟ برای چی؟ من الان درگیر یک پرونده زمین خواهی بسیار بزرگ هستم به خاطر خطر احتمال شلوط زیر 3 دقیقه قطع کنید بیکار میشی بدبخت این پرونده فساد مالی همین شرکت مارماله که توسط بنده معلوم میشه دارن چه غلطی میکنن آقا مسعود بترس از موقعی که با این خانم رابطه داشته باشی و رو بشی نارنجک کشمار 1 کشمار 2 خانم نگار مازیار که نگم براتون دارایی چقدره با چی باید بیاد تو کارگاه ما که سود سالانش 20 میلیون تومن هم نمیشه سرمایه گذاری کنه ما قرار کردم